در ادامه مباحث مربوط به مقاله نویسی که فصل جدیدی تو کانال من هست و قرار هستش که از ابتدا تا انتهای مقاله نویسی تمام فوت و فنش رو بهتون آموزش بدم، امروز میخوام در مورد در واقع نوشتن روش کار، متریال متد به انگلیسی و حالا مواد و روش کار به فارسی براتون توضیحات کاملی رو بدم که چه نکاتی رو باید بیارید توی این بخش، چه ریزه کاری ها رو باید بهش دقت بکنید و از چه چیزهایی باید اجتناب بکنید. پس تا انتهای ویدیو من همراه باشید. سلام دوستان، من مسعود هستم و اینجا کانال ما دشیوسا هستش. توی کانال من میتونید ویدیوهای مختلفی در مورد مباحث مختلف گرین کارت، ویزا، مسافرت و مهاجرت با آمریکا و ساختن زندگی مناسب و ایدال در آمریکا و در مورد مقاله نویسی رو پیدا بکنید. پس حتما یادتون نره روی لوگوی کانال کلیک بکنید پایین سمت راست ویدیو و حتما توی کانال من عضو بشید. علاوه بر اینها من یه پیج اینستاگرام و یه کانال تلگرام دارم که آدرسش این پایین میذارم و خوشحال میشم که اونجا هم شما رو همراه خودم داشته باشم. خب امروز میخوام در مورد یه بخش مهمی از مقاله، در واقع مقاله اوریژینال یا مقاله پژوهشی اصیل صحبت بکنم و اون هم بخش مواد و روش کار هستش. ببینید شما خیلی مهمه که یه کار خوبی رو در واقع طراحی کردید و روش کار خوبی رو هم توش ازش استفاده کردید، تکنیک های خوبی رو به کار برید، اما اگه نتونید این تکنیک ها رو به طور مناسب پرزنت بکنید و نتونید با جزئیات اونها رو بیان بکنید در بعضی مواقع یا به صورت کلی اونها رو بیان بکنید در بیشتر مواقع و همچنین نتونید اونها رو خوب رفرانس بدید، این باعث میشه که روش کار شما برای سایر افراد قابل استفاده نباشه و یکی از عللی که ممکنه مقاله رد بشه این باشه که میگن خب شما این روش کاری که استفاده کردید یا دقیق نیست و یا قابل ریپیت کردن یا قابل تکرار کردن نیست و بنابراین مقاله شما رو ریجکت میکنن. با همدیگه بریم روی سیستم، روی کامپیوتر تا من روی فایل ورد براتون توضیح بدم که کلن بخش مواد و روش کار یا همون متریال متد و در مورد کیس های و در واقع مقالاتی که روی انسان ها کار میشه، پیشنت و متد باید شامل چه بخش هایی باشه و باید به چه نکات و ریزه کاری دقت بکنید. با من همراه باشید. توی ویدیوهای گذشته در مورد قسمت‌های مختلف نگارش مقاله صحبت کرده بودیم، اینی که عنوان رو چه جوری باید نگارش بکنید و چه کلماتی رو در واقع درش به کار ببرید، تایتل پیج چی هست و چه اطلاعاتی باید توش باشه، بعد ابسترکت رو چه جوری باید بنویسید و کیورد ها رو چه جوری باید انتخاب بکنید که برای هر کدومش ویدیوهای جداگانه هست و شما میتونید مراجعه بکنید توی پلی لیست مربوط به فوت و فن مقاله نویسی و همه رو اونجا پیدا بکنید. در مورد اینتروداکشن صحبت کردیم، گفتیم بعضی موقعش میگن بک گراند یا هیستوری و حالا میرسیم به بخش متریال اند متد که توی مطالعات انسانی بهش پیشنت اند متد هم میگن. ببینید توی این بخش شما باید کاری که انجام میدید به این شکل باشه که تمام کارهایی رو که انجام دادید رو باید اینجا گزارش بکنید. حالا گزارش کردن به چه شکل هستش؟ اگر که شما یک کاری رو برای اولین بار خودتون ستاپ کردین، برای اولین بار اون روش کار رو دارین ارائه میکنید، باید با حد اکثر جزئیات ممکن باشه. چرا؟ برای اینکه کس دیگه اگر خواست اون رو انجام بده بتونه تکرارش بکنه و ببینه که آیا به نتایج مشابه با نتایج شما میرسه یا نه. پس اگر خودتون روش رو ابداع کردیم با حد اکثر جزئیات ممکن. مورد دوم این که هستش که اگر از روشی استفاده کردید که در واقع روشی هستش که قبلا چاپ شده اما حالا اومدید شما یه سری تغییراتی رو ایجاد کردید، به این شکل می نویسید که میگید مثلا برای استفاده آماده سازی آنتیبیوتیک در این مورد این مقاله خاص، مثلا be prepared antibiotic solution by dissolving مثلا انقدر گرم ازش یا مثلا میلی گرم ازش این مثلا water based on previous report.
و اینجا بهش رفرانس میدید. خب مثلا میگه رفرانس مثلا شماره 4 بود 8 بود، با دیتیلش این رفرانس رو تو قسمت رفرانس ها میارید. خب این باعث میشه که اگر مثلا این حالا مثلا به عنوان یک مثال هست که من در مورد آنتی بیوتیک، آماده سازی آنتی بیوتیک گفتم، ولی اگر شما یک کاری رو انجام دادید در مطالعه خودتون که یک روش قبلی هستش، بهش ریپورت میدین و اگر دقیقاً همون روش هست و اون روش هم یه روش روتین هستش، مثلا میگم اندازه‌گیری پروتئین، مثلا میگین شما وی میجرد پروتئین کانتنت آف سامپلز بیسد آن مثلا برادفورد متد. اینجا دیگه اصلا لازم نیست، فقط شما لازمه که یه رفرانس بهش میدید مثلا، و دیگه اصلا لازم نیست راجع به روش برادفورد، محلول هایی که توش هست، کارهایی که بعد انجام بده توضیح، چون این روش دیگه روش شناخته شده هستش. پس ببینید سه حالت شد: اگر خودتون روش رو ستاپ کردید، حتما باید با جزئیات کامل بگید. اگر روش دیگران هستش که شناخته شده کمتر هست و شما شاید تغییرات کوچیکی که توش ایجاد کردید، میگید فلان روش، رفرانس میدید و بعد جلوش بریفلی توضیح میدید، بریفلی مثلا ما این کارو کردیم، این کارو کردیم، این کارو کردیم. ولی اگر که روشی هستش که دیگه کاملا شناخته شده هستش، شما دیگه اصلا لازم نیست توضیحش بدید و فقط رفرانس بهش میدید و اینجا تمومش میکنید. نکته که بعدی که این هست اینه که ببینید شما میتونید به دو شکل مختلف متریال متد رو بنویسید. اگر که در واقع روش کارهایی که انجام دادید خیلی زیاد نیست و برای هر کدومشون هم توضیح خیلی زیادی ندارید، میتونید همه متریال متد رو به شکل یک پاراگراف کامل بنویسید، وان پاراگراف کامل، فقط یه پاراگراف کامل می‌نویسید. ولی اگر که شما برای روش کارهای مختلفی رو انجام دادید و هر کدومشون هم توضیحات مفصلی مثلا دارید، حداقل 3 4 خط توضیح داره، میتونید برای هر سرفصلش، در واقع برای هر بخشش ساب هدینگ بذارید. مثلا ویت میجرمنت بوده مثلا، یا مثلا این یه دونه سرفصل براش میذارید، یه ساب هدینگ زیرش توضیحش میدین یا جلوش توضیحش میدین. مثلا بعد پریپریشن آنتی بایوتیک بوده، بعد اینم توضیحاتشه، بعد مثلا اِوالویشن ها بوده، اِوالویشن ها هر کدومش بوده، بعد و هر کدوم مورد به مورد می‌نویسین، جداش می‌کنید و میرید. این البته بستگی به یه نکته دیگه هم داره و اون هم در واقع برای اون مجله‌ای که می‌خواید این مقاله رو ثابت بکنید، ممکنه که اونجا هم یه اینستراکشن خاصی به شما بده، مثلا بگه که حتما متریال متدتون پیوسته باشه یا ساب هدینگ داشته باشه، مثلا تا چند تا ساب هدینگ داشته باشه، به اونم باید دقت بکنید. نکته بعدی که خیلی از بچه‌ها دقت نمی‌کنن اینه بخش استاتستیکال آنالیسیسه. این رو حتما توی مقالاتتون بیارید، با توضیحات مفصل هم بیارید، و توضیحات مفصل هم شامل در واقع ورژن نرم افزاری که استفاده کردین، تستی که استفاده کردین، سطح معنی داریش که میشه همون پی ولیو، و تا جایی که میشه توضیحات به اگه مثلا و اینکه مثلا این تستی که استفاده کردین برای داده های مثلا برای داده های کمی، برای داده های کمی چی هستش، برای داده های کیفی کدوم تست رو استفاده کردید، هر کدومشو جداگانه بگین چه تستی براش استفاده کردید. اینها باعث میشه که در واقع اون ادیتوری که اولین بار میخونه بدونه که داده های شما هم از نظر آماری با دقت کامل در واقع بررسی شده و روی اون نتایجی که شما به دست آوردین میتونن بهش اعتماد بکنن. پس برای متریال متد این بخش رو میتونید. حالا یه نکته ای که هست، ممکنه که شما توی متریال متدتون مثلا میگم نحوه چینش حیواناتتون توی مطالعه حیوانی مثلا اطراف یک دستگاهی، یا نحوه گروه بندی حیوانات مثلا، یا نحوه
مثلا چینش تختای بیمارستانی یا مثلا نحوه اتصال مدارهای الکتریکی به همدیگه طور خاصی باشه که این طراحی تنها از نظر با گفتن و با نوشتن قابل رسوندن نباشه اون پیامش. بنابراین هیچ اشکالی نداره که شما توی متریال متدتون هم بیاین از شکل استفاده بکنین یا حتی از جدول استفاده بکنین که مثلا بیاین بگیم مثلا توی من با این شکل خاص حیوانات رو اطراف این دستگاه مثلا من مطالعه خودم رو حالا در انتها میارم که چه جوری از تصویرش که مثلا من موش‌ها رو به شکل خاصی اطراف اون دستگاه تولید امواج موبایل گذاشتم، حالا مثلا این فاصله ها رو نشون دادم، شدت امواج رو نشون دادم. یا مورد دیگه مثلا شما گروه بندی دارید، میخوام بگید مثلا گروه اول بیماران این سن رو داشتن، این تعداد داشتن، اینقدر دارو رو گرفتن، گروه دوم این سن رو داشتن، این تعداد و اینقدر دارو گرفتن، و میتونید تا گروه های مختلف رو تو جدول براشون بیارید و این کمک میکنه که اون خواننده بتونه با خوندن این جدول هم یک اطلاعات کلی و یک شمای کلی رو از قسمت روش کار شما رو به دست بیاره. این کل چیزایی بود که من میخواستم در مورد روش کار براتون بگم و امیدوارم که براتون مفید بوده باشه. حالا من برم روی تصویرم بهتون نشون بدم که مثلا برای استفاده از تصویر چه کار میتونید بکنید. این همون مقاله خودم بود که راجع به اثرات هم وجود. ببینید تو قسمت متریال متد میام جلوتر، من همه توضیحات رو دادم کامل که مثلا انواع چجوری هست و دستگاه چجوری، فاصله ها چجوری، با چه شرایطی هستش، ولی آخرش هم گفتم چون ممکن بود که بعضی از افراد متوجه نشن و نگیرن که من ستاپم چجوری بوده، آخرش اومدم گفتم The exposure system, dimensions and values are displayed in figure 1. حالا میام پایین و توی متریال متد شما میتونید در واقع گفتم تصویر بیارید. این تصویر رو میذاریم که حالا مثلا اینجا من شروع کردم به امواج، دستگاه تولید امواج اینجا گذاشتم، حداقل فاصله اینقدر بوده، حد اکثر فاصله با موش‌ها اینقدر بوده و موش‌ها هم مثلا توی گروه توی اون قفس میتونستن حرکت بکنن، حالا توی گروه‌های مختلف. این تصویر با توضیحاتش میتونه توی متریال متد بیاد و هیچ مشکلی هم نداره. خیلی ممنونم که تا انتهای ویدیو من همراه بودید. امیدوارم که این بخش براتون مفید بوده باشه. علاوه بر این بخش تا حالا بخش دیگر هم ضبط کردم که توی پلیلیست کامل گذاشتم و آدرسش این بالا میذارم، حتما اون رو نگاه بکنید. و اگه این اولین بار هستش که از کانال من دیدن میکنید، لطفاً دکمه سابسکرایب رو بزنید، علامت زنگوله کنارش رو هم بزنید تا از ویدیو جدید من جا نمونید. خیلی ممنونم.